اسباب انحراف جوانان، علت انحراف جوانان. در میان کید و مکر و تدبیرهای شوم دشمن به منظور از میان برداشتن شخصیت‌های آگاه و چیزفهم و دینشناس. و این جمعه به آدرس تکمیل و تتمه اسباب انحراف جوانان خدمت شما عوامل فرار از قانون الهی، راهبرده ها و چالش ها ورای حل آن. در یک کلمه، اسبابی که انسان های منحرف از دین فرار میکنند، انحراف جوانان فرار از دین هست. این تکمیل میشه انشاءالله. راهبرده ها و راه حل آن خدمت شما سروران به توفیق الله عرض میگردد. دانشمندان و شخصیت های خبیر و آگاه در لابلای آیات و روایات چهار عوامل بزرگ برای دینگریزی بیان کرده اند و هر عوامل، هر سبب با اثبات آیه از کلام الله. دلیل دعوا فرمان رب العالمین، نام آن اسباب، نام آن عوامل، اول محیط خانوادگی، دوم دوستا و مربیان نادرست، سوم فشار و خشونت های بیرون از چوکات شریعت، چهارم شک و تردید. عوامل متعدد هست، ولی فشرده و خلاصه آن عوامل همین چهار اصول هست که انسان ها از دین میگریزن، از دین فرار میکنن. کسانانی که در تاریخ بشریت دین گریز و دین ستیز بودن، رب العالمین با این چهار عوامل بزرگ، با این چهار اسباب کلان به من و شما آنها را معرفی میکنه و در آخری هر معرفی حکم ذکر میکنه. الله چقدر ذات مهربان هست که همه پهلوهای زندگی من و شما را بیمه کرده هست. الله آنجایی که میگوید ولا یرضا لعباده الکفر، بر بندگان کفر پسند نمی کند و مرتکبین کفر رب العالمین میگد فی نار جهنم خالدین فیها، در دوزخ بری همیشه میمانند. رب العالمین ارحم الراحمین این پیام برای من و شما برای نجات، اولا برای هدایت، دوما برای کسب توفیق از الله، سوما برای نجات از این پرتگاه و هلاکتگاه دستور صادر می کند تا من و تو در آتش سوزان دوزخ، در نار سعیر و قعر جهیم نسوزیم، بلکه با نعمتهای بزرگ و جاویدانگی جنت خدا برسانیم. برمان آدرس بیان میکند رب العالمین. محیط خانوادگی،
خدمتتان عرض شد. اولین کانونی هست، اولین دانشگاه و پوهنتون و یونیورسیتی هست که تربیتگاهی هست که فرزنده ها را یا می سازه یا فرزنده ها را خراب میکنه. در تاریخ این تربیت و این کانون به عنوان عظیمترین و بزرگترین مدرسه معرفی شده است. گا پیامبر گرامی می فرماید هما جنتک و نارک، اینها جنت و دوزخ تو هستند. گا پیامبر می فرماید لا ترفع عصاک عن اهلک، عصایت را، چوبت را، یعنی توجهت را از بالای اولادت دور نساز. مواظب باش، مراقب باش. گا الله می فرماید انما اموالکم و اولادکم فتنه، مال و اولاد آزمون پروردگار هست. جای دیگر می فرماید انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال. از 16 تفسیر یک تفسیرش توالد و تناسلی هست که ولد در گروی تربیت والدین هست. فرزند در گرو و یا در ضمانت و کفالتی والدین هست. پیامبر بزرگوار علیه الصلاة والسلام در ذیل این آیه وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، انسانیت تشویق میدهد، ترغیب میدهد با ادب، با احترام، با حسن سلوک و با برخورد نیک خوب با والدین. و در آخر میگوید خدمت فرزند مرهون تربیت والدین هست. زمانی که پدر و مادر در مدرسه و مکتب تربیت فرزند خدا بر اصول و مقررات دینی حسب تعلیمات و آموزه های محمد رسول الله تربیت میکنن، این فرزند همچون ابوبکر و عمر و عثمان و علی، همچون عشره مبشره، شخصیت های تاریخ ساز، شخصیت های بزرگ و عظیمی جهان اسلام قرار میگیرن. پدر جدا فخر میکنه، مادر جداگانه میباله با این فرزندش. زمانی که پدر ربیعه فرخ از 27 سال صحنه های جهاد برمیگرده، از سیری در زمین برمیگرده، خانمی که در وقت مسافرت حامله بود توصیه کرده بود به خانم که فرزند به دنیا آمد ربیعه نامگذاری بکن، اما در مدرسه محمد رسول الله تعلیم و تربیتش بده. اگر دختر بود فاطمه نامگذاری بکن و در مدرسه عایشه رضی الله تعالی عنها تربیتش کن. ایت نگفت که دختر بود بگذارش زنده در گورش کن. اگر پسر بود نازش بده که تعلیم حاصل بکنه. میدانیست این پدر، میدانیست که تعلیم و تربیه اولاد مساویانه حق بر بالای والدین هست. پسر به دنیا آمد، ربیعه نام گزارش کرد، شاگرد مکتب محمد رسول الله. 27 سال بعد آمد، تلاش کرد دروازه خانه را یافت و دق الباب کرد. خانم صدا کرد که ربیعه مسافر پشت دروازه هست. آمد بچه، ربیعه دروازه را باز میکرد، صدای مسافر میاد که خانه خودم است. ربیعه از گریبانش میگیره، سینه زوری میکنی در خانه ما بدون اجازه داخل میشی؟
خانم صدا میزنه که ای کسی که 27 سال انتظارش میکشیدم امو هست، ربیعه پدرت هست. ایره در آغوش میگیره ربیعه، احترام میکنه، نه تنها مثل من و شما دستایش ماچ کرده و گفت برو دیگه کارت ندارم، گذاشتش در بالا، احترام و ادب در نهایت درجه بجا آورد. گفت اجازه باشه پدر، مباری درسی فردا تیاری بگیرم. گفت برو. 27 سال زندگی طولانی را زن و مرد کارگزاری شنواندن. آخرین قسمت شب خواب برد، بیدار شد که شاید وقتی نماز گذشته باشه. وضو گرفت، به مسجد نبوی فرخ حاضر شد که نماز خوانده شده است. نمازش را خواند، در حلقه درس جوانی نشست که چنان حدیث درس میده، امام مسجد محمد رسول الله، مدرس و خطیب مسجد نبوی. خیلی درس خوشش آمد، شخصی در پهلویش بود. گفت کیست؟ گفت الست من مدینه، تو از مدینه نیستی؟ گفت هستم و مسافر بودم. گفت این ربیعه نام داره. گفت پدرش؟ گفت پدرش گم شد، در جهاد رفت، فرخ میگفتن. او اشکا سرازیر شد، ای بچه ای ماست، ای فرزند ما، ای تو تربیه بکن، چه قسم عزت تا حفظ میکنه؟ خودت رشک میبری، خودت غیبته دامنگیر میشوه. ای اولین عوامل و یا اسباب دینگریزی هست که محیط خانواده فاسد میشه، از دین بیگانه میشه، از تعلیمات و آموزه های مدرسه محمد رسول الله فاصله میگیره. پس او فرزند یا دزد به بار میآید، یا قاتل به بار میآید، یا سودخور و قمارباز و رشوتگیر و رشوت ده به بار میآید. همیشه سری تو پدر خم است، هم در حضور الله ملامت هستی، هم در عدالتی فیصله ها و قضاوت های رسول الله، هم در میان خلق الله. اگر با دین و کتاب الله سازگار ساختی ما حول خانواده را، پیش الله سرخرو، پیش محمد رسول الله سرخرو، پیش خلق الله آبرومند و عزتمند. و اذا قیل لهم تعالوا، کسانانی که فاسد شده اند، در محیط خانواده فاسد تربیت شده اند، قرآن از آنها حکایت میکنه. وقتی که گفته شود با آنها تعالوا، بیایید الی ما انزل الله، به محکمه الله، به قضاوت های الله، به فیصله های محمد رسول الله، بیایید خود در قالب این دین، به آدرس کتاب الله، سنت رسول الله. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بهما، کتاب الله و عترتی، کتاب الله و سنتی. دو چیز ما به ودیعت گذاشتم، امانت. هرگز گمراه نمی شوید تا وقتی که به این دو چنگ بزنید. اول کتاب الله، دوم سنت محمد رسول الله. بیا ای جوان، ای مرد، ای زن، ای شرقی و غربی و شمالی و جنوبی، الی ما انزل الله. نزاع است، صلح است، اقتصاد است، پرخاش است، میدان اخلاق است، ادب است، عقیده است، بیا به ما انزل الله ایرا درست بساز. کسانانی که دین گریز هستند چی میگویند؟ قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا. نه خیر، نه خیر، فرار میکنن، میگریزن. نه، بل نتبع، العیاذ بالله، نقل کفر، کفر نباشه. ما به ما انزل الله رجوع نمی کنیم. کجا می رویم؟ بل نتبع، بلکه پیروی می کنیم، اطاعت می کنیم، می پذیریم، تسلیم می شویم. چرا؟ ما آن راهی را که الفینا یافتیم، درک کردیم، پیروی کردیم،
علیه بر آن را آباءنا پدران خدا. از پذیرش الله و از پذیرش رسول الله فرار میکنن. کجا میرن؟ تقلیدی جاهلانه و کورکورانه از نقش قدم پدران خود میکنن. باز قرآن جای دیگر صراحتا جواب میدهد: اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. آیا با وجودی که پدرانشان بی عقل و گمراه باشن، باز هم در نقش قدمی از آنها می روند؟ این گمراهی و زلالت است. این بزرگترین عوامل دین گریزی و دین ستیزی هست که او محیط خانواده هست. وقتی محیط خانواده سازگار نبود، پدر مسئولیت به عنوان پدر ادا نکرد، مادر مسئولیت به عنوان مادری ادا نکرد، بلکه برعکس، فابواه یهودانه او یمجسانه او ینصرانه. پدران یهودی و ماحول یهودی، مسیحی و فضا و قانون خانواده را ماحول سازگار برای تربیت مسیحیت و مجوسیت، پس فرزند حکم الله را حتما تغییر می ده، سنت پیامبر را ترک می کنه، ترجیح می دهد تقلید و پیروی از نقش قدم پدران خدا. ای پدری که قرآن کریم ای را بی عقل، ای را گمراه خونده هست: اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. ای پدر بی عقل هم است، گمراه هم است. چرا؟ لازمه هدایت استفاده از عقل سلیم هست. دیوانه مکلف نیست، دیوانه کرامن کاتبین نداره، چرا که عقل نداره. بزرگترین، عمدترین و عالیترین راه رسیدن به قله های کرامت بشریت همون عقل سلیمی هست که در روشنی کتاب الله و سنت رسول الله تربیت میشه. این عقل تو را میبره به کجا؟ میبره به قله های بلند بشریت، در عمق آرزوها و کمال انسانیت غوطه‌ور شده، با آن دانه ها و با آن گوهرهای قیمتی راه یافته بر شامخترین و عالیترین مقام و منزلت انسانیت تو میرسی. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ولقد كرمنا بني ادم واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون واستعمركم فيها مصداق ان پنج اصول قرار میگیری. عبادت میدانی، خلافت میفهمی، آبادانی زمین میفهمی، پذیرش تنفیذ حدود الله را بر خودت و بر جامعه قبول میکنی. ایجگاه تو از حدود فرار نمیکنی، ایجگاه تو از مرز انسانیت عدول و عبور نمیکنی. معیاری که دین بری تو داده هست به تمام معنا او را میپذیری. عوامل دین گریزی: محیط خانوادگی. دوم، دوستان و مربیان نادرست، رفیقای نااهل، مربی جاهل و بیعلم، پیر گمراه و زال، منحریف، استاد باطل پرست، معلم گمراه و جاهل، رهبری بیخیرد و بیعقل و منطق، ارباب و ملیک و کلان و مسئولی بیگانه از دین و اصول دین، امامی که به سمت و به سوی جهالت و نادانی غرق در بحر کثافتی بدعات و خرافات و عنعنات و رسومات. ای دوم اسباب و انگیزه عوامل دین گریزی هست. قرآن از ای چی زیبا و چی با اسلوب شیوا بری من و تو اصول بیان میکند. چی میفرماید؟ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. وقتی که به دوزخ سوق داده می شود، فی سلسله زرعها سبعون زراعا فسلکوه
با 70 زنجیر دوزخی بسته شده به طرفی بزرگترین دادگاه و عدالت پروردگار سوق داده می شود. این ذلت خدا رستگاری دیگرها را که می بینه، چه فریاد دردناک، چه فریاد افسوس و حسرتمندانه از ضمیر و وجودش می برایه. لحجه قرآن چقدر دلکش و زیباست. یا لیتنی، ای افسوس، ای حسرت، ای ندامت، ای کاش، ای ملامتی، ای تباهی، ای بربادی، برکی بر ما. چرا؟ چرا ای تباهی و بربادی را با خود میخوانی؟ در چنین حالت خدا چی مشاهده میکنی؟ چی زیبا قرآن کریم میفرمایا؟ چرا افسوس کشیدی؟ چرا حسرت و ندامت کشیدی؟ به واسطه از اینکه لم اتخذ فلانا خلیلا، نمی گرفتم ما فلان شخص دوست. ای افسوس با این بچه، با این جوان دوست نمی شدم. ای افسوس و حسرت که در حلقه درس این امام گمراه نمی نشستم. ای ندامت و وای بر ما که در اتباع و نقش قدم و پیروی این پدر جاهل و بی عقل و بی خیرت ما نمی رفتم. قرآن میگه ای افسوس به دردت نمی خوره، ای حسرت و ندامت به دردت نمی خوره. جای دیگر قرآن میگه که ابراهیم الله دوست گرفت، و اتخذ الله ابراهیم خلیلا. نو تا صفت در قرآن الله به ابراهیم بیان میکنه که با یکی از چار پیامبری اول العزم بیان نمیکنه. و ابراهیم الذی وفا، ای دوم صفت ابراهیم هست. از نو تا صفت رب العالمین به ابراهیم اختصاص داده است. همه از اینها به پاس عقیده ابراهیم هست، به پاس من و تو در ملت ابراهیم هستیم، به آدرس نسب نیستیم، به آدرس قوم و نژاد نیستیم، به آدرس عقیده ابراهیم خلیل هستیم. یا ابت لا تعبد الشیطان، پدر چرا شیطان پرستش میکنی؟ پدر چرا رای حق عوض میکنی؟ پدر چرا به طرف گمراهی روان هستی؟ پدر چرا بت میتراشی؟ پدر چرا بت میفروشی؟ پدر چرا مسئول زعیم مارکت بت فروشی و بت تراشی هستی؟ در حضور الله چی میگوی؟ ما برات دعا میکنم، ما با الله عرض میکنم، در حق تو دعا میکنم. الله میگه که ما دعای تو را قبول نمیکنم ابراهیم، نمیکنم دعای تو در حق این مشرک. فلما تبین له انه عدو لله تبرأ منه، برای ابراهیم ظاهر شد که الله دعای مرا قبول نمیکنه. گفت ما از تو پدر بیزار هستم. قرآن میگه تبرأ منه، تبرأ ابراهیم عن آذر، براءت اظهار براءت و بیزاری کرد ابراهیم از همی تو پدر. متوجه باش که چنین دوست، چنین رهبر، چنین پیر و مرشید، چنین امام و پیشوا تو را به پرتگاه دوزخ میبره. جز افسوس و حسرت و ندامت چیزی برات میسر نمیشوه. ای چانس خدایی است که من و تو زنده هستیم، من و تو دوستای من ارزیابی بکنیم، من و تو رفقام و اهلی تنظیم و اهلی فکر و اهلی نشیمنهای خدا ارزیابی بکنیم. از عقیده شروع کو، ما و تو از جیب شروع میکنیم، از مال و دارایی شروع میکنیم، از عقیده آغاز کو. اساس و بنیاد دوستی را از عقیده آغاز کو. برو سیر بتیره به نماز، از نماز ببر به روزه، از روزه ببر به اخلاق، از اخلاق بیار به ادب، از ادب ببر به معاشره، ببر به تحصیل، ببرد به قانون خانوادگی، ببرد ایره در کوچه و قریه و قلا در میان همسایه ها. چه جایگاهی داره ای جوان که تو ایره به عنوان دوست انتخاب میکنی؟ اگر این کار انجام دادی کامیاب هستی، ورنه فردا چی میگوی؟ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ای کاش
ما فلان شخص دوست انتخاب نمی کردم. یک قرآن چی میگه؟ وقتی که اینها را به دوزخ برده می شود عذر لنگ نامعقول خدا پیش میکنن. چی میگوین؟ و قالوا ربنا، گوین ای پروردگار ما، انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلون السبیلا. امروز که ما دوزخ آمدیم، اسباب بزرگی آمدنی ما به دوزخ چی هست؟ اطاعت کردیم از سردارها و کلانای خود. این اطاعت ما جاهلانه و کورکورانه و غیر خردمندانه بود. نتیجه فاضلون السبیلا، آنها ما را گمراه کردن از راه حق. از کدام را؟ صراط المستقیم، صراط الذین انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الله تعالى ميزنا وحسن أولئك رفيقا. بهترين راهس شواترين عاليترين راهس. نمبر سي فشار خشونت رفتار هاي نادرست. عوامل دين غريزي در حق فرزندا اگرچه اي شاخه از قانون خانوادگی هست، ولی خشونت استاد با شاگرد بی مورید، خشونت پدر با فرزند بدون موجب، خشونت مادر با فرزند بدون سبب، خشونت کلان و مسئول زعیم با رعیت بدون انگیزه و اسباب، ای بزرگترین و عالیترین یا کلانترین عوامل دینگریزی هست. نفرت میکنه جوانها، درست تربیهش نکردی، فشارها بر بالای ازی آوردی، عقل از دست میته. وقتی عقل از دست داد، آنچه که دلش بخواه انجام میته. چیزی که دلش میخواه، دست به خودکشی، دست به قتل و قتال، دست به غارتگری، فراری از منزل. چی بدبختیاره در قبال میداشته باشه؟ پیامبر بزرگوار الله چگونه تعریف میکنه؟ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. بمنظور رحمة الله تبر انها نرم شدی. اگر درشت خوی سخت مزاج می بودی همه از اطرافت فرار می کردن. حرفهای منطقی پسر بپذیر، حرفهای معقول دختر بپذیر، حرفهای شرعی خانم بپذیر. ایتو نیست که چوبه در دستت بگی با شمشیر و عصا بگو پیامبر مرا امی تو گفته است که دیده فرقی ازی. نه، او پیامبر الله پیامبرش الله دستورش میده که بگو بری امتت عصاد را از بالای اولادت دور نکو. اکثر محدثین و مفسرین میگوین مراد از عصا توجه هست. اگر عصای چوبی هست در وقتی ارتکاب گناه ادب بتی. به چی ادب بتی؟ به قلم. به چی ادب بتی؟ به مسواک. راوی حدیث عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما هست، پیامبر گرامی میفرماید اگر اولاد و خانم و فامیل نافرمانی میکنن، دیدی که نصیحت هر قدر فشار دادی و اصرار کردی اصلاح نشد، با مسواک اصلاح بساز. مسواک چوبی نیست، دنده نیست، یک گاو نیست، ای خر نیست، کدام مرکب و حیوان چارپای نیست که تا چوبه برداشته در طلاق یزی میزنی. ای کاملا با موزه های دین در تکر و مغایر است. با مسواک چقدر آزار میبینه؟ تو کارد تیزی زهراگینه در دست سکولار و مستشرق میتی، میزنی فرق خانم و اولادتا توته توته میکنی و مشکنانی، او بالای دین به آدرس تو اعتراض میکنه. ای شیوه بدی خودت است، ای را تو پاسخ بده. دین مسئول نیست که پاسخ بده از طرفی تو. خدا در قالب دین بنداز، دین در قالب تو خدا نمیندازه، ذلیل میشی. بخوای که دین حسب رضای خود تطبیق و توجیه بودی، خار میشی. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه خانمی که مرتکب زنا شده بود آوردن به عدالت و خلافت عمر، فیصله کرد در حق یزی و شخصی میگفت زجرن ای را با حملش سنگ باران بکن. همراه با حملی ازی گفت نه، چگونه او کاری را من انجام بدم که الله محمد رسول الله
او را انجام نداده است. هر زمانی که عمر این کار را انجام داد، بدانین که عمر طرف ذلت روان است. دست عمر را بگیرین. خلافی جزیترین شیوه و منهج زندگی پیامبر عمر عمل نمی کرد. تو سر می ترقانی، دست می شکنی، چشم کور نابینا می سازی، پار فلج می سازی و دیگرها انعکاس می دن که این دین اسلام، این کار کردی یک مسلمان. ای چه قسم یک مسلمان است؟ مسلمان کامل هم است، مسلمان ناقص هم است، مسلمانی که مرتکب گناه کبیره میشه. تو ببین آیا ای او مسلمانی هست که الله در شان یزی گفته است یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه؟ ای به تمام معنا مسلمان هست؟ به معنای واقعی دین پذیرفته یا خیر؟ اگر پذیرفته، پرسان بکو که این حدی که ای تطبیق داد و کدام آدرس بود. اگر توجیه کرد بدان که غلط است. دین به معنای درست نپذیرفته هست. به پیامبر الله میگه تو نرم شدی، پس در اتباع پیامبر برای یک پدر قرآن فرمان داره، نرم خو باش، نرم مزاج باش، حرفای منطقی پسرت بپذیر، از دخترت بپذیر، از خواهر و مادرت بپذیر، از فامیل همسرت بپذیر، اما عجولانه، غیر منطقانه، با سرعت، بدون تحقیق و بررسی عمل نکو که با آدرسی تو دیگرها بدین اعتراض میکنن، گناه در سری تو میمانه. این سه تا عوامل دینگریزی، چهارم عوامل دینگریزی. و نیز در ذیل یزی رب العالمین موسی و هارون تشکیل میکنه و بری از اینها بزرگترین منصبی بشریت نبوت عطا میفرمایا. اینها را تشکیل میکنه بنزد بدترین انسان، بنزد ظالمترین انسان، بنزد کسی که شعارش این بود انا ربکم الاعلا، ما پروردگار شما هستم. اینا را که تشکیل میکنه، خطاب میکنه برشان، فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا. برای فرعون سخن نرم بگین، بسیار ظالم است، بسیار متکبر است. لعله به نسبت من و توست، به نسبت الله نیست. الله میدانست که راه نمییابه، ای بر همین کفر و شرک و ارتداد میمره. ولی این تعلیم الله به موسی و هارون میدهد، با دو تا پیامبر برشان میگوید فقولا له، بگوید برای فرعون قولا لینا، سخنی نرم. قولا لینا در قرآن کریم دو جمله را زینب غزالی رحمه الله چی زیبا تفسیری کرده هست. یک خانم ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه، یکی ای آیت دوم فقولا له قولا لینا، ای آیه دوم است. یعنی لهجه نرم، دلیل منطقی، دلیل مستند و مدلل، حرفهای مدلل بگوید. حواله نده. ای قول در کجا دیدی؟ در عبد غزا دیدم. در کجا دیدی؟ در گلزار تعویزات ما دیدم ایره. ای در کجا بود؟ در حاشیه کنز العمال بود. چقدر تحقیق کردی؟ ای حدیث است یا اینکه دروغ؟ حدیث موضوعی است یا حدیثی خبری واحد است؟ غریب است؟ حسن است؟ صحیح است؟ چی است؟ ای را دیگه پرسان نکو. ای محدث از یا خبر نداره، فقط میخواه که مجمع را در جوش و خروش بیاره، بگه واه واه چی گپای خوبی زد، چی حرفه های مناسب، مجمع که خوش شد. ولی ای تو گردنت پیش خدا بسته شد، تو که دروغ گفتی. پیامبر ما میگه من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، کسی که به ما دروغ بر میبنده جایش بگیر از دوزخ. تو در دنیا است جایی در دوزخ تیار میشه. ایجا بری چیست؟ بری دروغ گفتن به سنت محمد رسول الله، به احادیث گهرباری پیامبری بزرگواری اسلام علیه السلام. پس الله وقتی که موسی و هارون میگه با فرعون لهجه نرم، دلیل خوب و منطقی پیش بکنیم، من و تو با اولاد خود، با فامیل خود، با اهل نسب و خاندان خود باید این شیوه را اختیار بکنیم.
نمبر چهار شک و تردید. عوامل دینگریزی شک و تردید است. قرآن کریم نقل میکند از کسانانی که آنها در شک و تردید هستند. اینهم لفی شک مریب. هر این آنها در شک هستند. اینهم لفی شک منه مریب. هر این آنها در شک هستند در باب قرآن. شکی خیلی بزرگ. شک خیلی کلان در باب یزی که آیا این کلام الله هست العیاذ بالله یا نیست. و دسته از علمای سو، علمای بد، علمای سرکاری توجیهاتی از پیش خود در کلام رب العالمین میکنن. یقین بکنین که حسب آموزه های دینی، قضاوت و فیصله های شرعی، اینها با علمای یهود و مسیحی ها نصارا هیچ تفاوتی ندارن. قرآن از آنها چی بیان میکنه؟ یحرفون الکلمه عن مواضعه. سخن حق از جایش آنها تغییر میدادن، پول میگرفتن، چوکی میخریدن، شهرت حاصل میکردند. اما قرآن تحریف ناپذیر است، ولی اذهان مردم تحریف پذیر است، ذهن مردم تحریف میپذیره، معاشره و جامعه تحریف میپذیره. اینها به گمانهای باطل خود این کار را انجام میدهند. این چهار تا عوامل، عوامل دینگریزی هست. محیط خانوادگی، دوستان و مربیان نادرست، فشار و خشونت از طرف هر شخصی باشه، شک و تردید. دین ما دین یقین هست، دین اعتماد هست، دین اصول و مقررات هست. در این هیچ شکی نیست که ما بخواهیم به رستگاری برسیم، به کامیابی برسیم، همین راهی هست که او را ما انتخاب میکنیم. اللهم من و شما را توفیق عملی نیک نصیب بگردم.